دکتر سعید فاطمی در سال 1306 در یک خانواده روشنفکر تحصیل کرده در یزد به دنیا آمد. او به زودی در سن 9 ماهگی پدر خود میرزا محمد خان فاطمی را از دست داد. مادر او خانم سلطنت فاطمی زنی شجاع و کوشا بود که با تدارک امنیت و ثبات روحی برای خانواده باعث شد که فرزندش بتواند تحصیلات دوران ابتدایی و دبیرستان را به پایان رساند و سپس راهی تهران شود. سعید فاطمی که خصیصه خانوادگی علم دوستی را به ارث برده بود و به خصوص داییش دکتر حسین فاطمی را الگوی خود می دانست، به تحصیل در دورشته حقوق و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پرداخت. او پس از کسب مدرک لیسانس در هر دورشته به تدریس در مدرسه مشهور دارالفنون مشغول شد. سپس به تحصیلات خود ادامه داد و در رشته های ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوربن پاریس به اخذ درجه دکترا نائل آمد. سعید فاطمی از 17 سالگی مجذوب افکار آزادی خواهانه و فعالیت‌های پیشروی محمد مصدق شده بود. زندگی پرتلاش و بسیار مشکلی داشتم. از نظر این عرض بکنم مشکل که در اون زمان دوران دکتر مصدق دورانی بود که خارجی ها به قیمت های جان بسیاری از افراد این مملکت که اونا رو نابود کردن بخواستن بر نفت مسلط بشن. در این دوره فعالیت های سیاسی سعید فاطمی افزایش یافته بود. با منصوب شدن دکتر حسین فاطمی به مقام معاونت نخست وزیر و وزارت امور خارجه ایران، رفت و آمد او نیز در محافل سیاسی بیشتر شد. دکتر حسین فاطمی در ضمن سردبیر روزنامه باختر امروز بود. پس از او این مسئولیت را سعید فاطمی بر عهده گرفت که این روزنامه را در خدمت رساندن پیام‌ها و عقاید ملی محمد مصدق و داییش به عموم مردم قرار داد. ملی کردن نفت باعث شد به منافع شرکت انگلیسی که در استخراج نفت ایران دست داشت لطمه وارد شود. Persia now demands a receipt for the oil and will not let any loaded ship leave without giving it. To give such a receipt would be to give away the whole property. به این خاطر دولت انگلیس دولت ایران را به دادگاه لاهه کشاند. مستخدم مادرم آمده که از خونه دکتر آقای دکتر مصدق اومدن دنبالش و کار خیلی فوری دارید باید. من بلافاصله لباسم پوشیدم و با همون ماشینی که اومده بود دنبال من رفتم. بعد دیدم خونه مصدق مثل روز روشنه، در ده ها و تنبیه بسیده تمام وزارات هم پرشتن مگه خبری هست؟ گفتن آقا دارم میرم به لاهه. گفتن خب من چیکار هستم؟ گفتن تو رو به عنوان منشی شخصی خودشون انتخاب کردن. و من دقیقا 40 روز در کنار او هم به عنوان مترجم، هم به عنوان منشی مخصوصش و هم به عنوان مثلا منشی هیئت کار کردم و خوشوقت و خوشحال هستم که در این سن پیری افتخار میکنم که من شاید جوانترین جمعی که به دادگاه لا رفتن من بودم که با اون محبت خاصی که دکتر مصدق به شخص دایی من دکتر فاطمی که وزیر خارجش بود داشت و من هم شناخته بود از دوره تحصیلی دانشگاهیم که می رفتم خدمتشون و به قدری به من واقعا محبت کرد که من در زندگیم اگر بخواهم نام کسی را که بهش با تمام قلب احترام دارم و تعظیم میکنم بهش نام دکتر محمد مصدق که همیشه برای من مرد بزرگ تاریخ ایران بوده است. بزرگ آقا که پر از اسناد دادگاه لاهه بود به من سپرده شد و من
خدا رو شکر میکنم که اون ماموریت واقعا بزرگ و سنگینی را که ایشون به تشخیص خودشون بوده من گذاشته بودن به بهترین وجهی در اون 40 روز انجام دادم و برای خودم همیشه طرفدار هستم که روز و روزگاری بود که من نفر دومم من مملکت ایران بودم در جلسه‌ای. وقتی که من اون شب که عرض کردم بعد از نیمه شب من رفتم اونجا گفتم خب شما خودتون تحصیل کرده فرانسه هستید، دکتراتون رو از دانشگاه پاریس گرفتید، چه شما احتیاج به مترجم ندارید، هیچ چرا نمیره که با همین رفت. گفتم ها حالا درست شد، میخوام اگه یه جایی به صلاح مملکت ایران یک چیزی کم و زیاد بکنم میام نزم گردن تو که هم کسی برای من بهتر. در تمام این مدت حدود 47-8 روز که بود تمام این دو کیف رو من زیر سر میذاشتم، من بیخوابیدم و حتی یک روز آدم میاد مستخته میگفت آقا میگن که فوری بیاریم، من رفتم گفتم آقا سند فلان رو برای من بیاریم، گفتم آقا تمام میرم در بیارم پیدا کنم، رسیدش رو مرحوم بفرمایید و تا من برسم. بعد یه دفعه خیلی خنده مخصوصی هم کردن، گفتم از من هم تو رسید میخوای؟ گفتم من مسئول نیستم آقا، فرمودن باید رسید بگید و شما باید رسید بدید. خندیدن رسید نمیشن دادم به من رفتم اون دوتا سند رو آوردم. آمریکا که منافع خود را در خطر دیده بود برنامه ریزی کودتای ارتش علیه دولت مصدق را شروع کرد. 28 مرداد 1332 کودتا اجرا شد. آخرین نفرهایی که از خونه مصدق خارج شدن در اون روز ننگین و بدکارگی محمد رضا شاه مرحوم دکتر حسین فاطمی و من بودیم که از خونه مصدق در زیر رگبار گلوله ها بیرون اومدیم. دکتر مصدق را دستگیر و بعد از محاکمه در دادگاه تا آخر عمر به احمد آباد تبعید کردند. دکتر حسین فاطمی را که آمریکا، انگلستان و شاه به عنوان نظریه پرداز ملی و در نتیجه دشمن منافع خود تشخیص داده بودند، دستگیر و شکنجه کردند. چاقوکشانی چون شعبان جعفری، معروف به شعبون بیمخ، جراحات زیادی به او وارد کردند. خواهرش خانم سلطنت فاطمی که شاهد این عمل موهش بود، بدن خود را سپر برادرش کرد و او هم 11 ضربه چاقو خورد. با این حال هر دو زنده ماندند تا اینکه حسین فاطمی را با همان حال بیمارش به دادگاه ارتش بردند و سپس به اتهام خیانت به شاه تیرباران کردند. محمد رضا شاه از او در روی برانکار رو داد اعدام کردند و از او انتقام گرفت که خداوند هیچ وقت اون را فراموش نخواهد کرد. سعید فاطمی پس از شنیدن خبر کشته شدن داییش از رادیو خود را تسلیم اطلاعات دادگستری کرد. بیدرنگ او هم به اتهام خیانت به شاه محکوم به اعدام شد، ولی فشارهای سیاسی از خارج باعث شد که تصمیم دادگستری عوض شود. حکم اعدام دکتر سعید فاطمی تبدیل به حکم حبس شد و به این ترتیب 10 سال سخت و طولانی در زندانهای قزلقلعه و لار برای او آغاز گشت. محمد رضا شاه عمل زشتی که درباره مصدق کرده بود خداوند به اون درست بزرگی داد. من به سبب خودم که زشهایی که کشیدم 9 سال خورده زندان او رو میبخشم برای که بزرگترین صفتی که میتونه یه ایرانی مسلمان داشته باشه بخشش. در خارج از محیط خرد کننده زندان یکی از مخوفترین سازمانهای دولتی در حال شکل گیری بود، سازمان امنیت و اطلاعات کشور، ساواک، مؤسسه‌ای که تا زمان برچیده شدنش در سال 1357 کار و زندگی دکتر سعید فاطمی را زیر نظر داشت. دکتر سعید فاطمی سرانجام با تلاش فراوان موفق به تدریس در دانشگاه ادبیات تهران شد. او پس از چندی با مینو ورزگر از دانشجویان درخشان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران آشنا شد. پس از چندی این دو ازدواج کردند و حاصل پیوندشان 2 فرزند دختر بود. دکتر سعید فاطمی همچنان با نوشتن مقاله های بسیار و انجام مصاحبه های رادیویی و تلویزیونی درباره آزادی و مرام دکتر مصدق و یاران وفادارش سخن می گوید.
دکتر مینو برزگر که چهره موفق در عرصه‌های علمی و اجتماعی است، همیشه حامی و پشتیبانش بوده و هست. در حقیقت دکتر سعید فاطمی و دیگر یاران وفادار دکتر محمد مصدق راهی را طی می‌کنند که تا تشکیل دموکراسی و برقراری عدالت در جامعه ایران ادامه خواهد داشت.